سلام، به روی خط ورزشی صدای آمریکا خوش اومدین. تیم ملی ایران برای چهارمین دوره جام جهانی در برزیل حضور پیدا میکنه. به نظر شما تیم ملی با چه توانایی وارد برزیل میشه؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-692-4360. میتونین شماره تلفن هاتون رو ما ایمیل کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با ما همراه باشین. اینستاگرام و توییتر برنامه رو هم فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوست همراه مسعود سفیری در یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستیم. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط صدای آمریکا درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل. ایران برای چهارمین دوره در جام جهانی حضور پیدا کرده. این حضور برای فوتبال ایران فرصتی فراهم کرده تا توانایی خودش رو محک بزنه. آیا ایران در چهارمین حضور پرقدرت‌تر از دوره‌های پیشین ظاهر خواهد شد؟ ممکنه به مرحله بعد ظهور کنه؟ و آیا جام جهانی فرصتی که تا مسئولان ورزش ایران بدانند که در جهان چه جایگاهی دارند و برای ارتقاء آن باید چقدر تلاش کنن، چقدر سرمایه گذاری کنن، زیر ساختها را آماده کنن؟ با پرسش های از این دست با تلفن، اسکایپ، فیسبوک و توییتر دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بذارین. سری میزنیم به رستا. اما به نظر شما فکر میکنین که آیا تیم ملی ما با چه حضوری در جام جهانی شرکت خواهد کرد؟ بیاین روی خط نظراتتون رو ما در میون بذارین. همینطور به نظرتون کارنامه کدوم یکی از بازی‌های تیم ملی از نظر شما مثبت ارزیابی میشه؟ با طرح پیراهن تیم ملی آیا موافقین؟ با شعار تیم ملی چطور؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو ما بگین. همینطور چت زنده برنامه روی خط منتظرتون هستیم. بله، امروز آقای فریبرز غریب، کارشناس فوتبال و ورزشی نویس با سابقه از آلمان با ما هستن. آقای غریب خیلی خوش آمدیم به برنامه. با سلام به شما و همه همکاران محترم و البته همه شنوندگان و بینندگان، مخصوصاً اهل ورزش و اهل فوتبال. آقای غریب، این تیم رو چجوری ارزیابی میکنی؟ کمتر از یک ماه دیگه به جام جهانی مونده. واقعاً تیم ملی فوتبال ایران در چه وضعیتی با توجه به اردوهای تدارکاتی؟ والا از منظر مختلف، از زاویه‌های مختلف میشه نگاه کرد به قضیه. ببینید، حالا تو فوتبال آقای سفیری یکی از ورزش‌ها، یعنی تک ورزشیه که نتیجه‌اش رو کمتر کارشناسی میتونه درست رقم بزنه و تخمین بزنه. اما فوتبال ملی ایران همونجور که شما اشاره کردید در مقدمه برای چهارمین بار حضور پیدا میکنه در جام جهانی. فوتبالیست های ایرانی تونستند اون اولین بار در دو تا بازی رفت و برگشت مالدیو رو بزنن، بعد بیان مرحله اول گروهی قطر و بحرین و اندونزی، بیان بالا از اون مقطع، اومدن تو مرحله دوم گروهی با ازبکستان و لبنان و قطر و کره جنوبی. خیلی دل اهالی فوتبال لرزید که مخصوصا بعد از یه باخت یه گلهی که تو بیروت به لبنان دادن، ستابازی آخر انتخابی مرحله دوم که فینال کار بود برای رسیدن به جام جهانی، خیلی نفسگیر شده بود، خیلی داغ شده بود که من میتونم نقطه عطفش رو پیروزی یکیچ ایران در ارسان کره جنوبی با تکل رضا قوچان نژاد بگم که این به نظر من شاهکار بچه های ایران بود که تونستن 28 خرداد 92، حدود 11 ماه خورده پیش تونستن این پیروزی رو به دست بیارن و برن خودشون رو تو جام جهانی ببینن برزیل 2014. اما از اون موقع به بعد من یادم آقای سفیری یه برنامه‌ای با علی عمادی داشتیم راجع به بحث راجع به فوتبال می‌کردیم، من همون روز گفتم که باید کار از همون روز شروع بشه که متاسفانه نشد و خیلی پیچ و خم شد و حالا در حین برنامه بهش اشاره خواهم کرد. بله، ممنونم آقای غریب که با ما هستیم. با ما باشیم و با بیننده های ما. فرهاد از تهران با ماست، شما روی خطیم، بفرمایید.
سلام آقای سفیری، وقت شما بخیر. اجازه بدیم که همین ابتدا تشکر کنم از شما و عوامل برنامه به خاطر اینکه به چنین مباحثی هم میپردازین در خلال برنامه‌تون. خیلی خوبه و امیدوارم که این کار زیبا ادامه داشته باشه با توجه به اینکه دیگه جام جهانی هم شروع شده و این کوران خبرها خیلی داغ هست. آقای سفیری، حضور تیم ملی ایران در جام جهانی خودش انقدر افتخار هست که بعد از صعود ایران به جام جهانی مردم ما اونقدر شور و شعف درشون وجود میاد و به خیابون ها میان و این خودش خیلی خوبه. ولی آقای سفیری، ما نباید فراموش کنیم که فوتبال فقط این نیست. ما برای چهارمین بار داریم صعود میکنیم به جام جهانی و فکر میکنیم که قهرمان دنیا شدیم، در حالی که خود تیم آلمان سه بار قهرمان همین مسابقات شده. و در واقع این شوری که در بین مردم ایران هست، ببینید 70 میلیون ایرانی، قطعا 11 بازیکن از دل اینها در میاد. حالا درسته من در مورد بازیکنان دور اگه بخوام صحبت کنم، ارزش های اونها رو نباید نادیده بگیریم. اینها در واقع گل های سه امتیازی زیادی زدن و مسیر صعود ایران به جام جهانی رو خیلی هموار کردن. ولی خب در باره جام جهانی همین بس که این روزها دارن سایت های مختلفی، برنامه های مختلفی دارن، سایت های مختلفی میان و این صفحه ویژه اختصاصی رو میندازن. من مثلا سایت دویچه وله آلمان رو دیدم، سایت فرهاد آیسپورت. فکر میکنی که تیم ملی امکان صعود از این مرحله به مرحله بالاتر رو داره؟ امروز اگر اشتباه نکنم توی سایت جام نیوز خوندم که پژمان منتظری یک مصاحبه‌ای کرده بود و تو اون مصاحبه گفته بود که نباید از ما انتظار در واقع یک معجزه داشته باشیم، چون طرف مقابل ما مسی، هیوگان و توز هست. در طرف مقابل توی همین سایت جام نیوز من خوندم که علی کریمی مصاحبه کرد و گفتش که برحال مسی هم آدم فضایی نیست، اون دو تا دست دو تا پا داره و فکر خلاق. من باید جلوی این فکر خلاق بتونیم خوب کار کنیم. من امیدوارم که ایران بتونه نتایج خوب و آبرومندی بگیره و مهمتر از هر چیزی متاسفانه بازیکنان ایرانی آقای سفیری بیشتر دارن به این فکر میکنن که تیم بعدی خودش چون رو در فصل آینده از طریق جام جهانی انتخاب کنن. اونم حق مسلمه هر بازیکنیه، یعنی در واقع جام جهانی یک محلیه، یک آزمونیه برای نمایش بازیکنان. اینا هم دارن تلاش خودشون رو میکنن، این رو نمیشه به عنوان یک نقطه منفی در نظر گرفت. من به نظرم اگر بازیکنی تلاش میکنه که در یک تورنمنت بین‌المللی مثل جام جهانی از جون مایه بذاره و آینده خودش رو تضمین کنه، بخشش هم برمیگرده به اینکه آینده تیم ملیش رو هم تضمین کرده. کمکاری که نمی کنه که. بله قطعا این حقشونه، برای اگر که این قراردادها رو شاید قبول نکنه به خودش و خانواده خودش خیانت کرده. ولی من یادم میاد شما یه برنامه ای داشتین، چند وقت پیش داشتین مرتبط با قراردادهای میلیاردی بازیکنان بود. اگر برنامه رو دنبال کنیم، ما در ادامه برنامه باقی قریب به این بحث هم خواهیم رسید. فرهاد خیلی متشکرم از اینکه با ما بودی. آقای سفیری من فقط فرهاد صداش قطع شد. روزیتا غفار در فیسبوک نوشته تیم ملی ایران متاسفانه اصلا بازیای تدارکاتی نداشته با تیم‌های رقیب تا اونها رو بتونه محک بزنه، ولی به نظرش میاد که تیم ایران در برزیل همین که جزو این 32 تیم باشه افتخاری هست و میگه به نوبه خودم از اونها تشکر میکنم و امیدوارم که دست پر برگردن. اشاره کرده به بازی که خداداد عزیزی داشته در استرالیا. و یکی دیگه از کاربران به نام آسو میگه که به نظر من اصلا تیم ملی نمیتونه دست پر برگرده و گلی نخواهد زد. نظرها متفاوت بوده، بعضی اعتقاد دارن که خب ممکنه با دست پر برگردن طبق معمول. بعضی هم برعکس. آقای غریب هم گفتم میگم فوتبال قابل پیش بینی نیست. بهرام از سوئد با ماست، شما روی خطیم. بهرام بفرمایید. جناب سفیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید. چه بحث قشنگی رو باز کردید امروز برای بیننده‌هاتون. خدمتتون میگم ما ایرانی‌ها قبل از هر چیز همش از خودمون در تمام مسائل تعریف میکنیم، یا در امور سیاست و غیره میگیم ما یه آقای مصدق داشتیم یه دونه اینجوری. آقا این تیم ملی ما الان که باید بیاد تو این جام جهانی که اومده، چه بازی مقدماتی کرده، چه تمرینی کرده. شما خودتون در کار مطبوعات هستید، وقتی به اردو رفتن 10 نفر رفتن با آقای کروش،
در 10 نفر بودن، بقیه بعدن اومدن. حالا چجوری میخوان اینا بیان اینجا یا مقامی بیارن یا از گروهشون بیان بالا؟ اصلا من به شما بگم نظر این بنده حقیقی نیست که اصلا این شانسی ندارم بیان بالا. اگر هم یه موقع بیان بالا گلی به جمالشون و روی غیرتشونه. خیلی ممنون از اینکه سپاسگزارم بهرام. آقای غریبه، اردوی پیش از اردوی مقدماتی برای آقای کیروش با دردسر شروع شد و حاشیه ساز شده و خبرساز همونجور که الان بهرام اشاره کردن. واقعا در کشورهای دیگه اگر چنین اتفاقی بیفته چی میشه؟ چرا بازیکن‌ها و باشگاه‌ها استنکاف میکنن و خودداری میکنن از پیوستن به اردوی تیم ملی؟ ببینید، باز هم این رو میتونیم تا چند بخش بهش بپردازیم. خیلی خوشحالم که این شنونده عزیز، بیننده عزیز این رو گفت. من میگم بله، خیلی مشکلات داشتیم، با 10 تا بازیکن شروع کردیم. اصلا یه اختلافی افتاد قبل از اینکه این اردو شروع بشه، چند تا باشگاه استقلال و سپاهان بازیکنانشون رو ندادن چون درگیر لیگ قهرمانان آسیا بودن و از نظر قانون فیفا حق هر باشگاهیه که بازیکناش رو برای مسابقات مهم باشگاهی در اختیار داشته باشه به مدت کوتاهی که باز در تفاصل مختلف قید شده، حتی مدت زمانش هم در اختیار تیم ملی بذاره. به نظر من کارلوس کیروش با اون همه کارنامه خوبش، با اون همه نشون دهنده کار قدرتمندش بوده تو فوتبال دنیا، وقتی که یک مربی روی نیمکت رئال مادرید و منچستر نشسته و یا مربی سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال بوده، اما یک لجبازی شد بین فدراسیون و کارلوس کیروش و چند تا باشگاه که منتج شد به اینکه اردوی آفریقای جنوبی با 10 تا بازیکن شروع بشه و بعد یواش یواش این مسئله حل شد. اما روی کاغذ آقای سفیری، ایران 37 در رنکینگ فیفا، آرژانتین شماره 7، بوسنی شماره 25 و نیجریه 44 از این 3 تا تیمی که در گروه F با ایران هستن، یعنی فقط نیجریه پایین تر از ایرانه. اما این رنکینگ فیفا هم نیست که تو میدون بازی میکنه، این توانایی بازیکنان رهبری نیمکت، قدرت سرمربی، مسائل روحی روانی. آقای غریب، شما گفتین که آقای کیروش در واقع لجبازی کردن، بر نمیگرده به برنامه ریزی غلط برای برگزاری این اردو؟ 100%. به نظر من هیچ جای دنیا، شما اشاره کردید جاهای دیگه دنیا، ببینید همین 3-4 روز پیش تیم ملی فوتبال آلمان یه بازی دوستانه کرد و بازیکنها با لهستان، بازیکنهای دوتا تیم بایر مونیخ و بورسیا دورتموند رو که فردا شب فینال جام حذفی آلمان رو میزنن، از هیچ کدوم از این بازیکن‌ها استفاده نکرد. در 12 تا بازیکن جوانشون آورد. اصلا این جای دنیا همچین چیزی نیست که تو کوران مسابقات مهم باشگاهی قاره‌ای سرمربی تیم ملی بیاد بازیکن‌ها رو جمع کنه، بازیکن‌های اون باشگاه رو بگیره و ببره باشگاه. این همه خرج کردن که بتونن اینجا جواب بده، بازیکن برن نتیجه بگیرن تو بازی‌های قاره‌ای، و به نظر من این کار اشتباه بود. بله، سپاسگزارم آقای غریب. برمیگردیم به شما روزیتا. اما سایت football.ir از دیدار ظریف در اردوی تیم ملی یک گزارشی رو نوشته و میگه که آقای ظریف گفته امیدوارم در جام جهانی موجب شادی مردم عزیز ایران باشین. آقای ظریف اشاره کرده با وجود جلسات فشرده‌ای که با خانم اشتون داشته، به محض پایان نشستش به محل اردو رفته، خیلی احساس رضایت کرده، برای بچه‌ها هم آرزوی موفقیت کرده ایشون. البته ویدیویی هم ازشون آماده داریم، اگر آماده باشه با هم می‌بینیم این ویدیو رو. و اما یک نگاهی میکنیم به فیسبوک برنامه‌مون. در فیسبوک یکی دیگه از کاربران در مورد تیم ملی اشاره کرده که گفته در مورد شعار تیم ملی، میگه شعارشون افتخار پارسی هستین و کسانی که نام ایران رو به جای استفاده کردن، خیلی این استفاده از افتخار پارسی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز بوده، خیلی‌ها مخالفت کردن، خیلی‌ها موافقت کردن باهاش. یکی از کاربران به نام امیر میگه پارس یا فارس به هیچ قومی محدود نمیشه، تاجیک‌ها، قزاق‌ها و همه اینها میتونن ادعا کنن که پارس هستن، ولی
نمیدونم چرا بعضیا با این مخالفت داشتن، ولی یک دیگه از کاربران به نام وحید میگه که این نشون از نجات پرستی میده. کاربر دیگه ای هم نوشت در مورد اینکه اینها چه نتیجه ای خواهند داشت در برزیل، میگه در گروهمون ممکنه با این نظر این کاربره که با 10 گل خورده و بدون گل زده برگردیم. بله، آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در گفتگوهای هسته‌ای در 5+1 فرصت کردن رفتن اونجا. در واقع همزمان دو حادثه در وین برای ایرانی داره رقم میخوره، یکی گفتگوهای سیاسی و یکی اردوی تدارکاتی فوتبال. با برنامه روی خط صدای آمریکا هستیم، بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم. برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید: یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 MHz، FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 MHz، FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 MHz، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 MHz، پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدایامریکا.com دیدن کنید. بله، جام جهانی فوتبال که 20مین دورش قراره در برزیل برگزار بشه، تنها 2 بار برگزار نشده در اثنای جنگ جهانی دوم. اتفاقا آلمان درخواست آلمان پذیرفته شده بود برای میزبانی. 1942 و 1946 این مسابقات برگزار نشد، در حالی که الان 20مین دورش رو داره طی میکنه در کشوری که یکی از مهمترین قهرمانهای فوتبال در جهان تلقی میشه، صاحب کلاس فوتباله. برزیل با 199 میلیون نفر جمعیت در واقع صاحب یکی از پرقدرت‌ترین تیم‌های جهان. برای اولین بار برزیلی‌ها موفق شدن بعد از 3 قهرمانی پیاپی در سال 1970 جام ژوریمه رو برای همیشه تصاحب بکنن. ما می‌خوایم حالا بررسی بکنیم ببینیم که ایران برای 4مین سال پیاپی، 4مین دوره پیاپی که نه، در جام جهانی برزیل چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. آیا ایران، تیم ایران با مشخصات فعلی که داره میتونه از گروه خودش صعود کنه و یا اینکه حتی در گروه خودش موقعیت بهتری رو کسب کنه؟ بهترین موقعیتی که تا به حال در 3 دوره گذشته ایران کسب کرده، عنوان 3 در بین 4 تیمی بوده که در سال 1998 اگر اشتباه نکنم تیم ایران در 2مین دوره حضور خودش کسب کرد. با برنامه روی خط هستین روزیتا. شعار تیم ملی در جام جهانی افتخار پارس، این عنوان گزارشی هستش که تابناک نوشته در مورد اینکه فیفا در یک نظرسنجی از مخاطبان خودش خواسته بوده از بین 3 شعار پیشنهادی برای هر کشور یک شعار رو برای اون انتخاب بکنن، که تیم ملی ایران شعار افتخار پارس یا Honor of Persia هستش. این شعاری هستش که قراره روی اتوبوس تیم ملی هم حک بشه. اما اجازه بدین یک نگاهی بکنیم به شعار سایر تیم‌ها در جام جهانی. الجزایر، جنگجویان صحرا در برزیل، آرژانتین، نه فقط یک تیم، ما یک ملت هستیم، استرالیا، امیدوار به تاریخ سازی، بلژیک در انتظار غیر ممکن، بوسنی، اژدها در قلب، اژدها در زمین، برزیل، خود را نشان بده، ستاره ششم در راه است، کامرون، شیر همیشه شیر است، شیلی، شی 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 لی 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 شیری شروع کن، و کولومبیا، اینجا یک کشور است نه یک تیم، کاستاریکا، عشق من فوتبال است، قدرتم مردمم هستن، افتخارم کاستاریکا است. بله، امید از آلمان با ماست. امید شما روی خط هستیم، بفرمایید. درود بر شما آقای سفیری و خانم ایران دوست. بفرمایید. با نظر شما موافقم. به نظر من بهترین دوره تیم ملی ایران همون جام جهانی 98 فرانسه بود که ایران تونست 3 امتیاز کسب کنه و تیم ملی آمریکا رو شکست بده. البته استفاده‌های تبلیغاتی هم ازش کردن
و گفتن ما تیم بلاد کفر رو شکست دادیم. مطلب بعدی آقای سفیری، من می‌خواستم در مورد پیراهن جام جهانی صحبت بکنم که فقط یک دست به بازیکن‌های تیم ملی ما دادن و بهشون گفتن که تا پایان بازی اینو باید حفظ بکنید و اینو هدیه ندید به تیم مقابل، چون این یه رسمیه تو فوتبال، در غیر صورت لخ میمونه. و اینکه متاسفانه یکی از خبرگزاری‌های آلمان هم یه این انعکاس واقعا باعث شرمساریه که واقعا ایران که این همه میلیاردی خرج سوریه و حماس و فلسطین میکنه اما چند از پیراهن که قیمتی هم نداره به بازیکن نداره. امید میتونم ازت بپرسم با توجه به اینکه در آلمان زندگی میکنی و ایرانی هم هستی، طرفدار کدوم تیمی؟ ایران یا آلمان؟ اولا طرفدار تیم ملی کشورم هم، ولی بعد دوست دارم که آلمان هم نتایج خوبی بگیره بس. چون من با دوستای آلمانی قراره بشینیم که این بازی های جام جهانی رو نگاه کنیم. و اینکه آقای سفیری، من خیلی ناراحتم که تیم ملی سوریه یا فلسطین نتونست به بازی های جام جهانی راه پیدا کنه، چون میتونست از حمایت های میلیاردی ایران بهره مند بشه. و امیدوارم که تیم ملی نتیجه خوبی تو این جام جهانی بگیره. دیگه همینو فقط می‌خواستم. سپاسگزارم از اینکه با ما بودی. آقای غریب، صحبتی این شنونده ما، بیننده ما رو شنیدین، پیراهن تیم ملی مسئله ساز شده در حالی که گفته میشه فوتبال ورزشی که سرمایه‌گذاری هنگفتی توش میشه، ترنوور مالی بالایی در ایران داره، انتقادهای زیادی هم ازش هست. اجازه بدین ما یه بخشی از گفتشون رو دیگه یکی از بازیکنان سابق تیم ملی ایران آقای جواد اللهوردی رو که در برنامه یک برنامه ورزشی هست بشنویم، با هم برمیگردیم به شما نظرتون رو بگیم واقعا در فوتبال ایران چه خبره، بضاعتش در حد یک پیراهنه. خیلی ها میان میگن فوتبال 600 میلیارد تومان خرج شده، 15 تا فوتبالیست ماشین فلان سواره، این همه ماشین تو ترن مال فوتبالیستاست، اونا مال کیه؟ چرا فوتبال میکوبین؟ وقتی وزیر ورزش میاد میگه مردم از فوتبالیستا منزجر شدن، این چه ادبیاتیه؟ آقای دکتر تربیت بدنی، ما 18 گرایش تربیت بدنی در دنیا داریم، 5 رشتهش تو این مملکت تدریس میشه، وزیر ورزش ما که دکترای تربیت بدنی 13 رشته تربیت بدنی، ما عقب هستیم دوست عزیز. حداقل با ادبیاتی صحبت بکن که فوتبالیستای ما رو منزجر نکنی. چرا؟ چون ما پرطرفدارترین و محبوبترین رشته ورزشی کشور هستیم و از شما انتظار داریم که ما رو حمایت معقول و منطقی بکنین. ببینین کیا به اینا پول دادن، اونا رو چرا یه دفعه اسمشون رو نمیارین؟ بله آقای غریب، چه خبره در فوتبال ایران؟ آقای سفیری، حدود 2-3 هفته پیش یه بحثی به وجود اومد وقتی که وزیر ورزش و جوانان آقای محمود گودرزی صحبت کرد در مورد قرارداد بازیکنهای فوتبال و باشگاه‌ها، و چند تا باشگاه اومد بیرون قرارداداشون، مبلغشون، یه بحثی، یه جدلی بین ورزشی‌ها، بین فوتبالی‌ها و غیر فوتبالی‌ها پیش اومد. من شخصا با این اوضاع احوال اقتصادی که در ایران وجود داره، این سبد کالا، این خبرهایی که هر روز میشنویم از گوشه و کنار ایران، من خودم واقعا خب نمیتونم ببینم که یه فوتبالیست بیاد خب یه میلیارد بگیره و یک نفرم بیاد یه خانواده 4 نفری رو در ادارش عاجز باشه. اما اینجا این رو باید بگم که یکی از مسائلی که به باعث به وجود اومدن این فرق زیاد شد، مدیران نابلدی بودن که توسط خود این مسئولین وزارت ورزش و قبلش هم سازمان تربیت بدنی مخصوصا در رأس دو تیم استقلال پرسپولیس گذاشتن، مدیرانی که اومدن یه بازیکنی که حدوداً، حالا مثال بزنم، 300 میلیون ارزش داشت، به خاطر چشم و همچشمی و به خاطر اینکه این رو دست اون بلند بشه مبلغش رو تا 1 میلیارد هم بردن. و بعد اون موقع کسی نبود، یه دفعه وقتی اومدن درست یک ماه قبل، 2 ماه قبل از جام جهانی این مسئله درست شد. نمونه شد، یه نمونه دیگه بزنم، همین امروز آقای سفیری، تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان جام جهانی شد در تهران، تو سالن هفته تیر روسیه رو 6-2 شکست داد. خیلی خیلی باعث خوشحالی من ورزشی هست و میدونم خیلی طرفدارای ورزش هم خوشحال شدن. اومدن خبرگزاری‌ها نیم ساعت پیش گزارش دادن که 1,000-2,000 نفر تو سالن هفته تیر اومدن، اتوبوس بچهای تیم ملی. اما یادمون باشه موقعی که تیم ملی ایران اومد جواز حضور در جام جهانی 98 فرانسه رو گرفت در ملبورن استرالیا، حماسه‌ساز شد، گل خداداد عزیزی، ببینید چه خبر شد در تهران. و بعد آمریکا رو شکست دادن در جام جهانی 98، ببینید چه خبر شد.
اینها فرق میکنه. نمیشه اگه دیدمون، اگه ما میخوایم خود فوتبالمون رو در سطح آسیا و جام جهانی نگاه بکنیم، باید ما بتونیم این قراردادها رو درست پایه‌گذاری بکنیم، درست در روال کار. ما نمیتونیم خودمون رو از نظر نرم افزاری بیایم با بوندسلیگای آلمان و لیگ برتر انگلیس بسنجیم، ولی از نظر سخت افزاری یه بازیکنمون که گهر درود باشه حتی یه ورزشگاه نداشته باشه بتونه تمرین بکنه. بله درسته. برمیگردیم به این بسای غریب، سپاسگزارم. رامین از یزد با ماست. رامین بفرمایید، شما روی خطیم. الو درود بر شما. بفرمایید. اولا میخواستم تبریک بگم قهرمانی تیم ملی کشتی ایران رو در مسابقات جهانی خدمت شما و همه ایرانی های چه داخل و چه خارج از کشور. دوباره تشکر مخصوصی داشته باشم از برنامه روی خط که به این موضوع پرداختن. بالاخره یک موضوعی که باعث شادی مردم ایرانه، یعنی یکی از چیزایی که بهترین اصلی ترین چیزایی که موجب شادی و شادابی و نشاط مردم ایران شده همین راهیابی ما به این بگم مهمترین تورنمنت جهانی و این خیلی باعث شادی مردمه. حالا این که تشکرام که بکنم و حالا داخل پرانتزم یه نکته بگم که چه بهتر بود حالا امشب که موضوع شما اینقدر خوبه و دلنشینه، کاش شما یکم چهرهتون بشاشتر باشی آقای سفیری. من میبینم از شبای قبل یکم انگار کسلتر هستی، چشماتون خواب‌آلودتر. کاش مثلا بهتر باشه که توی روند این موضوع و این برنامه خیلی به نظرم شما میتونید داره. شما میخواین در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید؟ فکر میکنید فکر میکنید که تیم ملی در این دوره وضعیت بهتری ظاهر بشه، از گروه خودش ممکنه صعود بکنه؟ بله به نظر من، چون ما با توجه به بازیکنای که یعنی از بازیکنای خارج اینا که تو خارج بازی میکنن، ما این تو این جام جهانی خیلی بیشتر میتونیم ازش استفاده کنیم. ما تو جام جهانی قبلی نداشتیم بازیکن امثال قوچانی، امثال اشکان دژاگر. اینا بازیکنای طراز بالایی هستن که میتونن خیلی به ما کمک بکنن توی این مسابقات و ما امیدواریم، مردم ایران خیلی امیدوارن به نظر من به این تورنمنت و فکر میکنم ما بتونیم به جاهای خوبی برسیم. بله ممنونم رامین از اینکه با ما بودی. روزتا سرود تیم ملی هم یک به قول معروف سر و صدای زیادی راه انداخته. دروازه های پرواز به خوانندگی احسان خواجه امیری رو براتون آماده کردیم. اجازه بدین گوش میکنیم، برمیگردیم در مورد اینکه وزارت ارشاد این رو تایید نکرده صحبت میکنیم. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد در پاسخ به اینکه چرا این سرود در حد تیم ملی نیست پاسخ داده که ویژگی هایی مثل آرم های صوتی و سرود های ملی خاص هستند، باید شور و هیجان خاصی داشته باشه که این سرود نداره، ایراد گرفته از خود خواننده و پیشنهاد کرده که صدای خواننده های دیگه بهتر از این خواننده هست و همینطور ریتم این آهنگ به درد سرود ملی نمیخوره. اینها صحبت هایی بودش که در رابطه با اینکه چرا وزارت ارشاد این سرود رو تایید نکرده. اما رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه. اجازه بدین یک تنفس میگیریم، برمیگردیم، با ما همراه باشین.
جام جهانی از مهمترین رویدادهای ورزشی و هر 4 سال یک بار اتفاق میفته. نگاهی میندازیم به حضور ایران در جام جهانی. اولین دوره حضور ایران در جام جهانی در سال 1978 بوده که در آرژانتین برگزار شده. دومین دوره در سال 1998 در جام جهانی بوده که اون هم در فرانسه برگزار شده. اما در سومین دوره بوده که در سال 2006 بوده در آلمان برگزار شده که ایران شرکت کرده و چهارمین دوره هم در 2014 هستش که کمتر از یک ماه مونده بهش. دور اول و دور دوم رو ایران با مربیای ایرانی و دور سوم و چهارم رو با مربیان خارجی به جام جهانی رسیده. بیاین روی خط و به ما بگیم به نظر شما این حضور چه ارمغانی برای ایران به همراه میاره. مسعود. بله. ارشیا از شاهرود با ماست. ارشیا شما روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. بفرمایید ارشیا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سفیری. بفرمایید. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که اول اینکه میخوام صحبتام رو دو قسمت خدمت رو عرض کنم. بفرمایید. اینکه شما قسمت اولش اینکه یه تقاضا داشتم خدمتتون که تو برنامه صدای آمریکا میخواستم اینو بگم که یه خورده برنامه ورزشیتون بیشتر کنید. همین دوستمون که از یزد تماس گرفتن میخواستم پیرو صحبتای ایشون صحبت کنم که اگر شما برنامه ورزشیتون رو بیشتر کنید احساسم، یعنی فکر میکنم برنامه خود شادابتر میشه. من ما امیدواریم که تا پایان جام جهانی حداقل روزهای جمعه برنامه روی خط به ورزش اختصاص داشته باشه. بفرمایید الان خواستم بگم که یعنی به صورت موقتی هم نباشه، اینکه حالا امیدواریم دور جام جهانی انشالله ادامه داشته باشه، یعنی بعد از جام جهانی هم شما برنامه داشته باشید. اگر مثلا امکانش باشه بیشتر بشه، یعنی فقط مختص روزهای جمعه نباشه. بلد. یعنی چون مثلا الان نگاه کنید شما برنامه 90 ارشیا شو... میتونم خواهش بکنم در مورد از این فرصتی که داری در مورد وضعیت تیم ملی به ما بگی، امید پیش بینی که داری؟ درست. بفرمایید. الان می‌خواستم همین قسمت دوم صحبتام همین در مورد همین موضوعی که شما الان اشاره کردید تو حضور ایران تو جام جهانی سال 78 آرژانتین و 98 فرانسه و 2006 آلمان. به نظر من زمانی که سال 78 ایران خوب حضور پیدا کرد و سال 98 تا حدود، یعنی به اون صورت که باید اقدامش، یعنی تاثیر آنچنانی نداشت، ولی مثلا سال 2006 سال 98 بازش آبرومندانه بود. اینکه درست حالا ما به نتیجه نرسید، ولی خب بازش آبرومندانه بود. سال 2006 هم خب دیگه اکثرا گندن، یعنی اکثر دوستان حضور و ذهن دارن برنامه‌شون. خیلی متشکرم ارشیا از اینکه با ما بودی. بله، همونجوری که ارشیا اشاره کرد و روزیتا هم گفت، آقای غریب هم اشاره کرد، در همه گفتیم در واقع بهترین دوره بوده سال 98 که عنوان سومی رو در گروه خودش کسب کرده. امیدواریم که این عدد تغییر بکنه با رفتن به مرحله بعد. روزیتا در اسکایپ فرزانه میگه هم مثل همیشه با کلی امید و شور و شوق در حضور خواهند داشت در جام جهانی، اما متاسفانه نتیجه همانند همیشه خواهد بود، چرا که هیچ تغییر و دگرگونی در هیچ یک از جنبه‌های زندگی این عزیزان صورت نگرفته، شرایط همون شرایط گذشته هستش و هیچ تغییر صورت نگرفته. این نظر یکی از بینندگان بود که از طریق اسکایپ برام فرستاده بود. آقای غریب، حضور بازیکنانی مثل قوچان نژاد، در واقع ایران، بچه‌های ایرانی که خارج از کشور زندگی کردن، خارج از کشور بازی کردن، فکر می‌کنید در این دوره با توجه به علاقه ویژه‌ای که آقای کیروش به این گروه از بچه‌ها داره و جمع‌آوریشون کرده، چقدر می‌تونه در روند مثبت یا مثبت تیم ملی تأثیر داشته باشه؟ آقای سفیری، من فکر می‌کنم مسئله علاقه آقای کیروش به کنار، مسئله این که آقای کارلوس کیروش مربی کاملا حرفه‌ایه، با اون شرایطی که عرض کردم در بخش قبلی، یعنی ایشون روی نیمکت‌های معتبر دنیا نشسته. بله. و بعد از جام جهانی هم قطعا قراردادش با فدراسیون فوتبال تموم میشه، از ایران خواهد رفت و بالاخره اون هم فکر یک قرارداد بهتری هست نسبت به این قرارداد با ایران، چون قیمتش بالاست و ایران گفت که مسئولان گفتن ما نمیتونیم بپردازیم.
آقای کیروش مجبوره. ببینید اشکان دژاگه، رضا قوچان نژاد، به نظر من دو تا بازیکنای لژیونر تاثیرگذار بودن. حالا ما جهانبخش رو داریم که اون هم اومده از لیگ ایران رفت، داماش گیلان رفت به فوتبال اروپا و بعد یواش یواش میان به دروازه میرسیم دانیال داور. اینها تحت لوای مربیا، زیر نظر مربیای بزرگ دنیا. یعنی در واقع سوال من اینه آقای غریب، حرفتونم قطع میکنم، عذرخواهی میکنم، سوال اینه که آیا میتونن در تغییر کلاس ایران، کلاس فوتبال ایران تاثیرگذار باشن؟ از نظر فوتبالی 100% آقای سفیری میتونن در تغییر، اصلا تغییر تفکر بازیکنان ایرانی تاثیرگذار باشن. وقتی که اشکان دژاگه زیر نظر الان فلیکس ماگات آلماری در تیم فولهام داره بازی میکنه، البته بازی تموم شده رفتن دست یک، اما این وقتی میاد اونجا با بچهای ایران بازی میکنه 100% توی تمرین کافیه دو تا نکته رو بگه، به اضافه اون نکاتی که آقای کارلوس کیروش میگه با اون تجربه‌ای که داره، و 100% تاثیرگذار خواهد بود در کیفیت بازی، حالا نتیجه بازی یک طرف، در کیفیت بازی، در اینکه برن حداقل خوب سربلند مقتدرانه جلوی آرژانتین بازی کنن، جلوی بوسنی بازی کنن و جلوی نیجریه. سپاسگزارم آقای قری که با ما هستین. حمید از کانادا با ماست. حمید بفرمایید، شما روی خط هستین. حمید از واقعا میخوام اعتراض خودم رسما به آقای قریب اعلام بکنم. متاسفانه اگر ما برخورد بکنیم با کسانی که در داخل کشور هستن و بخوان توجیه بکنن و اطلاعات راجع به جمهوری اسلامی و فوتبال یا مسائل دیگر رو بپیچانن، ما میگیم خب اینا زیر ظلم هستن، زیر جرم هستن، زیر جرم هستن، نمیتونن دستگیر میشن. اما کسانی که خارج از کشور این کار میکنن، من نمیدونم چی اعتراض. الان شما به چی اعتراض دارین حمید؟ مثال میزنم در رابطه ایشان اشاره میکنه به قراردادهای میلیاردی بازیکن ها و من نمیتونم قبول کنم خانواده چهار نفری. آقای قریب شما باید قبول بکنین اون موقعی که رفسنجانی دزدیارا میکنه، خامنه‌ای حمید اجازه بفرمایید. حمید اجازه بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید موضوع برنامه ورزشیه، به قدر کافی هم میشه در موردش صحبت کرد. شما به عنوان علاقمند به ورزش میتونید در جوانب مختلف صحبت کنی. من میتونم ازت خواهش بکنم که بیای و در مورد فوتبال صحبت بکنی و اون قراردادها رو نادیده بگیر. اون یک بحثی بود که ازش گذشتیم. شاید یک زمانی در این برنامه دوباره برگردیم به این بحث. فکر میکنی، یعنی امیدواری که تیم ملی فوتبال ایران در این مرحله، چه در این دوره از حضورش، چه دستاوردی داشته باشه، میتونه از مرحله اول صعود کنه یا خیر؟ من واقعا به عنوان یه ایرانی تشکر کنم از کارلوس کیروش که واقعا با تمام وجود زحمت کشید برای تیم ملی ایران. فراموش نکنیم همونجوری آقای غریب گفتن بهترین شاهکاری که زدیم پیروزی بر کره بود، این پیروزی کیروش به دست آورد با تحریک حس غیرت بازیکن‌ها در کره که با تمام مخالفت تمام مفصلین ورزشی چه داخل کشور چه خارج کشور روبرو شد. اما اگر اون تحریک احساسات بازیکنان نبود توی کره، ایران پیروز نمی‌شد. سپاسگزارم حمید از اینکه با ما بودی. من وقت کمی دارم، مصطفی از اهواز با ماست. مصطفی بفرمایید. مصطفی از اهواز خسته نباشید. بفرمایید. الو. بفرمایید. بفرمایید. شید قربان. خسته نباشید. وقتتون بخیر. آقای سفیری. شما مصطفی شما ما صدای شما رو میشنویم. اگر صدای گیرنده تون رو خاموش کنید ما صدای شما رو واضح‌تر میشنویم. بفرمایید. خسته نباشید. بفرمایید. وقتتون بخیر. متشکرم. بفرمایید. من آرزو میکنم تیم ملی ایران یه نتیجه‌ای بگیره که در شأن ایران باشه و آرزوی موفقیت برای شما و همکاران شما. سپاسگزارم. متشکرم. حسن از تهران هم با ماست. حسن بفرمایید، شما روی خطین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکار محترمتون. متشکرم. اگر حضورتون حالا که فرصتی پیش اومده راجع به تیم ملی در آستانه این بازی ها انگوش به زخم نزنیم. یعنی چی؟ یعنی راه علی ضعفی است، بگه تو این ضعف رو درست کنم. بنده به چند تا ازش اشاره میکنم. بفرمایید. اول به مربی میگی مربی باید چیکار کنه؟ مثل آچار فرانسه خودشو همسایز بازیکن‌ها بکنه، با پیچوندن پیچ آچار فرانسه هر سایزی که بازیکن باشه همون سایز بشه. این چه جوابی میده؟ این روحیه به تیم میده؟
که چیکار کنه در زمین هماهنگ درست با هم عمل کنه. حسن مربی مثل در قد قواره های آقای کیروش که خودشونو میره در استاندارد بازیکنای قرار بده. این چه بازیکن سالاری؟ منظور بنده نظر اخلاقی بود. بل. یعنی چی؟ یعنی عرض میکنم یعنی اگر یه بازیکنی یه خواسته ای داشت بل. ایشون نیا بگه اونی که من میگم. حالا در اینجا باید با بازیکن هماهنگ شد، اینجا برعکسه. اینجا باید با بازیکن ها، چون جنرال ها در داخل زمین دارن بازی میکنن دیگه، باید با اینا هماهنگ شد. این یکی همینی که میخواستم خدمت دارم. وقتی کاروان ورزشی، آن هم ورزشی مثل فوتبال که در خارج همه نوع آدم بهشون مراجعه میکنه، نباید مأمور گماشت، چون این باعث میشه عصبی میشه بازیکن وقتی مأمور بالا سرش باشه. این نکته رو باید رعایت کنن، چون همه جور آدم به بازیکنان مراجعه میکنن. یه چیزی همی از این که خودم به دستم اومده در این مسافرت هایی که رفتم اینه که پای فوتبال ایران داره شل میشه به این صورته که در روستا و حتی شهرها زمین های فوتبال تمامش پر خار و خاشاک شده. یعنی بازیکنی در اینجا شما نمیبینید. امری باشه در خدمت. سپاسگزارم حسن. بله حسن به نکته مهمی اشاره کردن، اون هم اینی که زیر ساخت ها برای فوتبال باید آماده باشه. ما در برنامه های آینده حتما به این ماجرا خواهیم پرداخت، کشورهایی مثل آلمان، کشورهایی مثل ایتالیا، کشورهایی که فوتبال پیشرفته‌ای دارن و درآمدزا هست، به عنوان یک صنعت، به عنوان یک ورزش هم بهش نگاه میکنن، چه زیرساختهایی رو آماده میکنن و چرا این زیرساختها در کشوری مثل ایران وجود نداره. روزیتا، در مورد لباس تیم ملی صحبت کردیم، یه لینکی هم براتون در فیسبوک خودمون به اشتراک گذاشته بودیم که football.ir این رو چاپ کرده. اگر نگاهی به فیسبوکمون بندازین، عنوان این گزارش هست آبروریزی جهانی، این بار به خاطر پیراهن‌های تیم ملی، که اشاره کرده به کیفیت نامطلوبش و اینکه یکی از خود بازیکنان هم که علیرضا حقیقی هست، دروازه‌بان 26 ساله تیم ملی با قد 1.93 متر، ناراضی از این کیفیت و گفته که با اینکه این سایز اکسترا لارج هستش بعد از شستن آب رفته. و در جوابش هم این رو گفتن که بازیکنان نباید پیراهن‌های خودشون رو با آب گرم بشورن. تعدادی از کاربران فیسبوک هم نظر دادن که طرح زیباییه ولی متاسفانه از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و این یک شرمساری برای تیم ملی هستش و برای ایران. یکی دیگه از کاربران هم اشاره کرده به استفاده از پلنگ ایرانی در این طرح و خیلی خوشنود هستش و میگه میتونستن هم از طرح خلیج فارس هم استفاده بکنن. این نظرات مختلف در مورد پیراهن تیم ملی بود. آقای غریب، همونجوری که روزیتا در این نظر اشاره کرد، بحث هم بحث پیراهن و هم بحث در واقع دروازه‌بان ها یکی از بحث‌های جدی این روزها هست، با توجه به اینکه مهدی رحمتی رو آقای کیروش در لیست نهایی منظور نکرد، چرا به نظر شما تصمیم درستی بوده؟ ای کاش این بحث یک هفته قبل از آقای سفیری، قبل از اینکه آقای کیروش اسامی تیم ملی رو اعلام بکنه، تو این برنامه پیش میمد که صحبت میکردیم. الان هرچی بگیم بیفایده است و تموم شده کار و اسامی رفته به فیفا، این 30 نفر که از میونشون 23 نفر انتخاب میشن. به نظر شخص من مهدی رحمتی در حال حاضر بهترین دروازه‌بان ایرانه. آقای رحمان احمدی هم که الان در اردوی تیم ملی هست یکی از بهترین دروازه‌بانان ایرانه. ای کاش یک درایتی میشد، رئیس فدراسیون فوتبال و اهالی وزارت ورزش میومدن آقای کارلوس کیروش رو مجاب میکردن. سید مهدی رحمتی حقش بود که تو این دوره در جام جهانی حضور پیدا بکنه. البته به گفته خودش 2 هفته پیش اومد در یک از برنامه های سیما گفت اشتباه کرده، اینجا فکر میکرد کارلوس کیروش هم مثل مربیای داخلیه که با ماشاءالله و ایشالله و یه جبه شیرینی اول گفت من دیگه نمیام و به خاطر یه سری مسائل و بعد قرار شد یه نامه معذرت خواهی امضا بکنه و بعد اعلام شد که نکرده و به هر حال یه سری ماجرایی مثل اینکه اخلاق ایرانی کار دست آقای رحمتی داده. آقای غریب، بله، بخواد فکر میکرد که کارلوس کیروش اینجوری، اما کارلوس کیروش روی
ایدهش، روی اون انضباط، دیسیپلین فنیش، همونجور که باز قبلا گفتم به خاطر اینکه در فوتبال اروپا کار کرده، در سطح اول فوتبال جهان کار کرده ایستاد. حتی هادی عقیلی هم همینجور، حتی خب علی کریمی هم اومد خداحافظی کرد و اینا رو دیگه دعوت نکرد، گفت کسی که خداحافظی کرد خداحافظ و ما میریم به کسای دیگه میدون میدیم و انشالله که اونها هم بتونن موفق باشن. سپاسگزارم آقای غریب. حمید از کرج با ماست. حمید شما روی خطیم، بفرمایید. بله هستم. بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام، با تشکر از برنامه خیلی خوبتون. می‌خواستم در مورد مثلا تیم ملی بگم، واقعا که آقای کیروش با این مربی واقعا حرفه‌ای خوبی هستن. فقط بتونن که بازیکن‌های ما رو به اون ترسشون رو در مقابل تیم‌های بزرگ بریزه و بتونن اون توانایی‌شون رو بروز بدن. فکر می‌کنم میتونن واقعا بازیکن. همین تجربه هم در تیم والیبال داشتیم که واقعا یعنی شما فکر می‌کنین که بازیکنان تیم به لحاظ روحی آمادگی ندارن؟ یا باید تقویت بشن؟ بله کاملا باید احتیاج دارن که واقعا آمادگی رو پیدا بکنن و بتونن تواناییش رو بودن. ما همین تیم والیبالمون در مقابل تیم اوائل ما مشکل داشتیم با تیم چین بازی کردنشون، ولی وقتی که اون توانایی رو پیدا کردن، اون ترسشون رو گرفتن، دیدیم که در مقابل تیم‌های مثل ایتالیا و کوبا و اینا بهترین بازی رو واقعا نشون دادن. و فکر می‌کنم یه نقطه ضعف در تیم‌های ملی ما تیم مربی حرفه‌ای واقعا این رو بتونه انجام بده رو تیم‌های ما، می‌تونیم کارساز باشه و به اصطلاح باعث خوشحالی. حمید سپاسگزارم از اینکه با ما بودی. بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم با برنامه روی خط هستیم، با ما باشید. من وقتی در ایران زندگی فکر میکردم زن خیلی قویه. مرزهای شکسته، روایت یک زندگی. به من گفتن دردهای شما آرزوهای ماست. داستان یک هجرت. انگار معلقی، یه بلغمه میشی از بودنها و نبودنها، دوست داشتنها و نداشتنها. در جستجوی هویت. اینجا بیشتر نمیشه اون حسا رو پیدا کرد، هر کاری بکنی پیدا نمیشه. فیلم مستند جاده در مه در برنامه اکران شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران از بخش فارسی صدای آمریکا. بله، 20 دوره جام جهانی برگزار شده، کشورهای افتخار آفریدن، کشورهای بسیار مهمی در این 20 دوره درخشیدن، از جمله برزیل با 5 دوره قهرمانی و تصاحب یک جام، جام جوریمه برای همیشه رفت به برزیل. اگر برزیل در این دوره هم قهرمان بشه میتونه جام دوم رو تصاحب کنه. اما بعد از اون ایتالیا قرار میگیره با 4 دوره قهرمانی، بعد از اون آلمان با 3 دوره قهرمانی، بعد از اون کشورهای انگلیس، اسپانیا، فرانسه با 2 دوره قهرمانی و آرژانتین، کشوری که در دهه 70 فوتبالش درخشید با اسطوره جاودانی به نام دیگو مارادونا که احتمالاً همه به خاطر دارن و اون گل تاریخی که به انگلیس زد و هنوز هم در موردش حرف زده میشه. در این دوره از جام جهانی کدام تیم میتونه شگفتی ساز باشه؟ آیا ایران میتونه شگفتی ساز باشه؟ با برنامه روی خط صدای آمریکا هستین. روزتا بهروز در اینستاگرام میگه بدون بازی‌های تدارکاتی و با تیم‌های سطح بالا انتظار نتیجه هم نباید داشته باشیم و میگه که نمیتونن اینها هیچ برنامه، یعنی هیچ نتیجه خوبی به ارمغان بیارن. امیر میگه به نظر من تیم ملی از روحیه خیلی خوبی برخورداره و مطمئناً با آمادگی از لحاظ جسمانی و تاکتیکی وارد برزیل میشه. تیم ملی با تمرینات و تاکتیک‌های خاص آقای کیروش میتونه مثمر ثمر باشه و باعث میشه تیم از گروه خودش بالا بره، به خاطر اینکه این تیم با از لژیونرهای زیادی داشته و به تبع بازی در لیگ‌های مختلف آشنایی داره که میتونن این نتیجه خوبی رو به ارمغان بیانن برای ایران. بله، حامد از انگلیس با ماست. حامد بفرمایید، شما روی خط هستیم. سلام خدمت شما آقای سفیری و خانم ایران دوست عزیز. بفرمایید. مسعود جان، در مورد تیم ملی واسه این دوره من میتونم این اطمینان رو بهتون بدم که تیم ملی ایران این دوره بهتر از 3 دوره قبلی ظاهر میشه. دلیلش هم اینه که
تیم ملی الان بیشترین لژیونری که نسبت به سه دوره قبل رو در اختیار داره. مثلا رضا خوشان نژاد رو داریم تو چارتون، بعد اشکان دژاگر رو داریم تو فولهام و مرداد بیتاشور رو داریم تو ونکوور کانادا، لاس پالماس رو داریم، مسعود شجاعی. فقط مشکل این بازیکنان اینه که عدم هماهنگی این بازیکنان شاید مشکل ساز باشه تو بازی‌های جام جهانی. بعد من خبرای جان نیوز خوندم که آقای پژمان نوری اومده بودن گزارش داده بودن که مردم از ما انتظار نداشته باشن معجزه کنیم که ما مسی مقابلمونه. من اینجا به آقای پژمان منتظری میگم که مسی فقط 3 امتیازه، ما بوسنی هرزگوین رو داریم، با نیجریه هم هست، اونا هم 6 امتیاز هست، همون 6 امتیاز باعث میشه که ایران به مرحله بعد صعود کنه. حامد از شما تو انگلیس زندگی میکنی، مهد فوتبال، فکر میکنی شگفتی ساز این جام کی باشه، کدوم تیم؟ مسعود جان خب فوتبال واقعا تنها رشته ای که اصلا نمیشه در موردش پیش بینی کرد. بله. اصلا فوتبال هیچ تنها ورزشی که نمیشه در موردش پیش بینی کرد. ولی من این ایمان رو به بازیکن‌ها دارم، واقعا به کادر فنی دارم. آقای کیروش خیلی با سابقه است، آقای سفیری از اینو نادیده نمیتونیم بگیریم. بله. بعد مرحله ای که ایران افتاده، خب دو تا تیمی مثل نیجریه و بوسنی و هرزگوین، واقعا ایران قابلیت اینو داره که در مقابل این دو تیم خودشو بتونه محک بزنه. درست. کاری به تیم آرژانتین نداریم. اینا اگه ایران بتونه از این دوتا تیم 6 امتیاز بگیره، به مرحله بعد صعود خواهد کرد. و مردم عزیزم بدونن با حمایتاشون با دعاشون میتونن تیم ملی رو کمک کنن که ایشالله حداقل در چهارمین دوره تیم ملی که در جام جهانی است بتونن شگفت‌انگیز باشن. و سپاسگزارم حامد از اینکه با ما بودی. آقای غریب، جام الان اردوی وین برگزار داره میشه، فکر میکنین که بازی‌های تدارکاتی، از بین بازی‌های تدارکاتی کدام بازی میتونه چهره واقعی تیم ملی ایران رو نمایش بده و به نمایش بذاره، محک بزنه بر مبنای اون بشه پیش بینی کرد یک قدم جلوتر رو؟ آقای سفیری اجازه بدیم من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم برگردم به دو تا شنونده قبل، این آقای حامد از انگلیس، نه حمید از کرج. بله. خان از کرج. بله بله. یه نکته ای رو اشاره کرد، من تکمیل کنم حرف ایشون رو در تایید. ببینید وظیفه یک مربی از نظر فنی داخل مستصیب صد و درون زمین گرفتن تمام امتیاز و ظرفیت های، یعنی بازی گرفتن از ظرفیت های فنی بازیکنایی که در اختیارشه، و بعد از نظر روحی و روانی بردن بالا روح و روان بازیکن که بتونه در مقابل بازی های بازیکنای بزرگ بره و بازی کنه. اشاره شد به بازی های تدارکاتی. ببینید جام شرکت در جام جهانی سرمایه گذاری جهانی میخواد، بازی های تدارکاتی جهانی میخواد، مربی جهانی میخواد. ما حالا بازی مربی جهانی رو داریم، اما بازی تدارکاتی رو ما نتونستیم انجام بدیم. یعنی متاسفانه ما ببینید کره جنوبی و ژاپن در آسیا دو تا مدعی اصلی هستن و حریفان همیشگی و رقیبان همیشگی فوتبال ایران در آسیا هستن. اونا یه برنامه‌ریزی دقیقی کردن بعد از اینکه معلوم شد بیان جام جهانی، بازی در مقابل تیم‌های بزرگ دنیا. حالا وقت نیست به دیدش رو پردازیم، اما نتونست کارلوس کیروش اون چیزایی رو که میخواد انجام بده. و اینم اضافه بکنم که آقای سفیری، رفتن تو جام جهانی فوتبالی‌ها، علاقه‌مندان فوتبال نباید انتظار داشته باشن که ما بریم اونجا مثلا یقه آرژانتین رو بگیریم یا یقه بوسنی هرزگوین. تمام بازیکن‌های بوسنی منهای یک بازیکن تمام در لیگ‌های درجه اول فوتبال اروپا بازی می‌کنه. ما همینی که میریم اونجا از جام جهانی درس بگیریم برای 4 سال آینده، از نظم و انضباط تیمی تیم‌های دیگه، از وضعیت میزبانی اونجا، مسئولان اونجا هستن، این جام جهانی رو میبینن، با فوتبال مدرن امروز دنیا از نزدیک آشنا میشن، یک چرخه عظمت بزرگ ورزش جهانه که تو این فوتبال درست. جام جهانی خلاصه شده که ما میتونیم شاهدش باشیم. سپاسگزارم آقای غریب. روزی تو
سعید در فیسبوک میگه این سوالات رو باید از فدراسیون فوتبال پرسید و این بازی‌ها آبروی یک ملت هستن. مگر هر ماه جام جهانی برگزار میشه که این گونه برخورد شده که بدون یک بازی و برنامه تدارکاتی وارد مسابقه میشیم. به جای شعار و طراحی پیراهن یک بازی تدارکاتی بهتر بودش که یعنی بازی تدارکاتی انجام میدادن. محمد میگه وقتی علی کریمی نیست هیچ نتیجه‌ای هم نخواهد داشت. من میگم طرفدارای خیلی پروپاگاندا علی کریمی بوده محمد. و همینطور زری هم میگه ورزشی که به دست دولت نگهداری میشه و با این مدیریت ضعیف ورزش این تیم ملی نیستش، تیم دولتی هستش و هیچ نتیجه ای هم در بر نخواهد داشت. بله امیر از سوئد با ماست. امیر بفرمایید، شما روی خطیم. سلام خدمت شما عزیزان. بفرمایید. خواهش میکنم. اول از همه عرض کنم خدمت آقای غریب، استاد خودم. آقای غریب، جام جهانی جای حساب پس دادنه، درس پس دادنه، نه درس یاد گرفتن. تو باشگاه‌های آسیایی، جام آسیایی، اینا رو میشه گفت جای درس یاد گرفتنه، ولی تو اون جام به عقیده من جای درس پس دادنه، جای امتحان پس دادن. در ضمن راجع به فوتبال ایران میدونین از زیربنا کار ما خرابه. تیمایی که به جام جهانی رفتن ببینید هنوز بعضی کشورها لیگشون تموم نشده. به طور مثال اسپانیا فردا تموم میشه، آلمان فردا تموم میشه، ولی آلمان 9 ماه پیش تو صعودمون به جام جهانی معلوم شد و حدود یک ماه و نیم هم هست باشگاهامون تعطیل شده و هنوز سردرگمی، بی برنامه. یه روز بحث لباس پیش میاد، یه روز بحث مالیات فلان بازیکنه که تا قبل از روز قبل از پرواز نمیدونه که تو تیم هست یا نه، یه روز مسائل چیزای دیگه ای پیش میاد برای این فوتبال ما، کلن ورزش ما. مربی مثلا کشتی فرنگی ما 10 روز مونده به جام جهانی یهو میره کنار، یکی دیگه میاد سر جاش. اینا تمام عدم برنامه ریزیه، تمام اینا ناهماهنگیه. تیمی که میخواد بره جام جهانی، الان ایران اردوشو از خیلی کشورها زودتر شروع کرده، ولی هنوز 2-3 بازیکنش به اردو تیم ملی ملحق نشدن. خب اینا نشون میده که برنامه ریزی خرابه، برنامه ریزی صحیح نیست. ولی من امیدوارم که اقلا به عنوان یه ایرانی آرزو دارم که ایران از گروهش صعود کنه، ولی کاری سخت مشکله، ولی به هر حال به امید امکان پذیر. متشکرم آقای غریب. شنیدین صحبت های امیر رو؟ واقعا باید درس پس بدیم یا درس یاد بگیریم؟ آقای امیر از سوئد به درستی اشاره کرد. من عرض نکردم از نظر فنی. ببینید از نظر فنی ما نمیتونیم درس به کی باید پس بدیم، به تیم آرژانتین، به مربیش و به بازیکناش. ما اونجا باید از نظر سخت افزاری عرض کردم که یاد بگیریم برای 4 ماه آینده درس رو پس میدیم. اونجا میریم، از نظر من عرض کردم باید آبرومند بریم اونجا بازی بکنیم، حتی اگر میبازیم یه بازنده سربلند باشیم. تکنیک ها و تاکتیک ها، روش های استراتژی که مربی آقای کارلوس کیروش در نظر میگیره به درستی اجرا بکنیم، همین یعنی دست امتحان دادن. اما از نظر سخت افزاری من عرض کردم که بتونن وقتی بازیکن های ملی هم میرن با اون فوتبال آشنا میشن، اون فضا رو میبینن، مسلما میان تو باشگاه های خودشون میرن درست. اگر داخل ایران باشه میرن اونجا استفاده میکنن و مسئولین فوتبال هم همینجور. من عرض کردم مشکلات خیلی هست و باید اونجا ما بتونیم این فوتبالی که امروز به خاطر جذابیتاش، به خاطر گردش مالی بسیار زیادش خیلی چشما روشه، خیلی جذب کرده همه رو و خیلی هم از قبال این دارن ارتزاق میکنن، ما باید جهانی نگاه بکنیم، باید بریم وارد دروازه‌های جهانی باشیم، از اون طریق بتونیم برای از نظر فنی هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. سپاسگزارم آقای غریب. من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. باز هم فوتبال، باز هم تیم ملی. در آخرین دقایق برنامه روی خط هستیم. علی شما روی خطین. علی از ترکیه. خیلی کوتاه، من 30 ثانیه بیشتر وقت ندارم، بفرمایید. با درود سلام به شما و تمامی همکارانتون. جناب سفیری، قبل از هر چیزی من موفقیت تیم ایران رو به شما و همه ایرانیان و تمام زحمتکشان کشتی ما از جمله خود کشتیگیران تبریک میگم. امیدوارم که هموطنان ما که در بیرون مرز هستیم خوشحالی ما رو هم شریک خودشون بدن. جناب سفیری، من به کوتاه میخوام بگم فوتبال 3 آیتم داره: تکنیک، تاکتیک و انگیزه. این 3 تا اگه با هم نباشه هیچ وقت یک ورزشی موفق نمیشه. من منتظر بودم آقای غریب این 3 آیتم رو بررسی کنن.
البته من فوتبالیست نیستم ولی فوتبالیست رو دوست دارم. البته یه مثالی دقیقه 90 بکنیم توجه بکنید. اما در رابطه ورزش کلن باید این سه تا آیتم رو با هم تلفیقی نگاه کرد، نه تجدیدی. بله متشکرم، سپاسگزارم علی از اینکه با ما بودی. روزی تو هم یه دقیقه وقت داری بفرمایید. علی رضا در فیسبوک گفته که بیاین همه عقایدمون رو از جناح و فرقه بازی کنار بذاریم و برای تیم ملیمون آرزوی سربلندی بکنیم و تا نتیجه خوبی هم برامون بیارن. یکی دیگه از کاربران به نام امیر میگه اونجا توانشون معلوم میشه. اما به پایان برنامه رسیدیم، آخرین برنامه این هفته روی خط، آخرین برنامه که ورزشی هم بود. مطمئنم خوشتون اومده باشه، امیدوارم. ولی اگر به هر دلیلی نتونستین هر کدوم از برنامه‌های طول هفته رو ببینین، میتونین سری بزنین به یوتیوب برنامه همینطور که لینکش رو میبینین و تا هفته آینده. البته آلبوم موضوعهای برنامه هفته آینده رو براتون در فیسبوک میذاریم. شب بر همه شما خوش، تا دوشنبه.